باشگاهی‌های پرسپولیس هم مهدی تارتار صحبت کرده بود، یعنی قبل از کاشتن به بازیکناش میگه مواظب باشی تیر دو رو بپایید، همون توپم هم تبدیل به گل شد. حالا یه دو تا صحنه از اتفاقات بازی ببینیم با هم دیگه. آها، پرسپولیس شناخت خوبی از بازی دفاعی حریف داشت، این تصویر ببینید کاملا مشخصه. تو این تصویر باید به دو تا چیز دقت کرد، اول عرض هجومی پرسپولیس با مهرهای متعدد تو حمله و بالا اومدن دفاع کنار، و دومی تعداد بالای نفراتشون تو زمین حریف. یعنی این صحنه رو ببینید، بجز علی بیرانوند 10 تا بازیکن پرسپولیس تو زمین زوبان هستن، دفاع وسطا اومدن رو نیمه، هر وقت ولسیانی و مرتضی اومدن تو نیمه حریف و بازی سازی رو شروع کردن، پرسپولیس موقعیت ایجاد کرد. و یه نعمتیه دفاع وسطی که بتونه فوتبال بازی کنه برای شما، یه دفاع وسطی که همش پاس به عقب نده، تیمتون رو نبره عقب‌تر، در حالی که میتونه افکارو صاحب توپ بکنه. مطمئن باشید یکی از دلایلی که پرسپولیس الان صدر جدوله اینه که بیلداپ میکنه، اینکه بازی سازی رو از عقب آغاز میکنه، وظیفه به دفاع وسطا داده که بیا قدم به قدم تیمو جلو ببرن، توپ میرسه به هافک، انقدر چرخش انجام میشه تا شما بتونید موقعیت ایجاد بکنید برای تیمتون. خیلی وقتا هم شاید فوروارد نوکی وجود نداشته ولی موقعیت سازی انجام شده حتی برای هافبک‌ها. این صحنه رو ببینید که بارها بارها تکرار شد، مثلا اینجا پرسپولیس 9 تا بازیکنش تو زمین حریفه که 7 تاشون حوالی محوطه جریمه‌اند. یعنی حتی شما دانیال اسماعیلی فر رو می‌بینید که وارد محوطه جریمه میشه، دفاع راست ایستایی مثل وحدت حنانا فقط اطراف محوطه جریمه است و تعداد بازیکن بالا واسه موقعیت سازی پرسپولیس میشه. اینجا کامل بازی رو در اختیار گرفته، بالا اومدن دفاع وسطا که حواسشون هست به بازی سازی و همینطور به اینکه پشت نخورن دیگه، یعنی حواسشون به مهاجمای سرعتی حریف هم باشه. تعداد نفرات بالای پرسپولیس تو حمله، موقعیت سازیاشون که آخرم حالا تو این بازی با یه ایستگاهی تونستن به گل برسن.